بسم الله الرحمن الرحیم سلام به نهومی های عزیزم اگه یادتون باشه من اومدم توی این پست انواع کسرهای گویا رو گفتم و اعداد مختوم رو هم گفتم و انشاءالله قراره توی این پست به بقیه این مبحث بپردازیم من توی این پست گفتم که اعداد گویایی که در تقسیم صورت بر مخرجشون ما به باقیمانه صفر میرسیم اعداد گویای مختوم هستن حالا ما یه سری از اعداد گویایی هم وجود دارن که در تقسیم صورت بر مخرجشون هر چقدرم که ما ادامه بدیم حتی تا بی نهایت هم که ادامه بدیم وقت به باقیمانده صفر نمیرسیم اون اگه به باقیمانده مانده صفر نمیرسیم ما بهشون میگیم متناوب و متنابه ها به دو دسته تقسیم میشن متنابه به ساده و متناوب مرکب حالا بریم ببینیم که اینا چی هستن الان ببینید این کسر 7 نهم رو من اینجا براتون مثال زدم من میام هفت رو تقسیم بر 9 می کنم ببینیم چه اتفاقی میفته بچه‌ها ببینید 7 تقسیم بر 9 به صورت چکشی خب 7 که به 9 نمیخوره 0 میذارم و یه اعشار هم میذارم 70 به 9 میشه 7 9 تا 63 تا و 7 تا باقی مانده میاره دوباره جلوی این صفر میذارم دوباره میشه 70 به 9 میشه 7 9 تا 63 تا و دوباره هفت تا باقی میاره و اگه اینطور نگاه کنین دوباره دوباره هفت نه تا 63 تا و دوباره هفت تا باقی میاره. و این هفت هی داره تکرار میشه و ما هم هیچ وقت به باقی مانده صفر نمیرسیم پس هفت نهم نه میشه چی میشه هم و هفت تکرار میشه و این تکرار رو با یک خطی که بالای هفت میکشیم نشون میدیم که اینجا نشون میده که این هفت داره تا بی‌نهایت تکرار میشه ما به اینا میگیم متناوب ساده چون که توی قسمت اعشاریشون فقط و فقط رقمی وجود داره که تکرار داره میشه و داره متناوبا در واقع تکرار میشه حالا آیا ما میتونیم از روی خود کسب بدون تقسیم کردن تشخیص بدیم که این کسر متناوب هست مخدوم هست یا غیره بله اگر من بیام کسرمو تا آخرین حد ساده کنم اینو توجه داشته باشین که من باید آخرین تا آخرین حد کسرم ساده کرده باشم یعنی هیچ عامل مشترکی صورت و مخرج من نداشته باشه وقتی که من کامل صورت و مخرج رو ساده کردم و به آخرین حد رسیدم حالا میام مخرج رو تجزیه میکنم الان ببینید مخرج رو که من تجزیه کنم نه دیگه نه میشه چی؟ نه میشه سه به توان دو در کسرهایی که ما در مخرج عامل دو یا 5 نداریم اصلا عامل دو پنج نداریم و عددهای اول دیگه توی مخرج مون هستن این کسرها در نهایت متناوب ساده میشن الان مثلا هفت نهم رو نگاه کنین فقط سه به توان دو داره یعنی عامل سه فقط داره و عامل دو یا پنج دوش وجود نداره چنین کسرهایی ساده میشن متناوب ساده حالا بریم ببینیم که متناوب مرکب ها چی هست؟ اینجا هم که این مثالی که من زدم برای این بودم الان ببینید سی شست و تا آخرین حد ساده نشده توش الان مثلا شست و شیشو اگه نگاه کنید مثلا میشه دو زب در سی و سی و, سی و, سی و, سه و عامل دو وجود داره تو مخرجش ولی این عامل دو تعیین کننده کسر من نیست چون این عامل دو با صورت ساده میشه چون سی هم عامل دو داره پس این ما باید حواسمون باشه که حتما کسرمون تا آخرین هست ساده کرده باشیم بعد اون وقت مخرج رو تجزیه کنیم و نوع کسرمون رو مشخص کنیم حالا متناوب مرکب ها به چه شکل هستن بیاین بچا هفت ششم رو من تقسیم کنم براتون هفت ششم به صورت چکشی چک خب هفت به که یه دونه و یک باقی درسته خب. من یه صفر میذارم یه دونه ممیز میزنم یک شش تا میشه تا چهار تا باقی مانده میارم خب چهار میشه چهل شیش میشه شش شیشتا سی و شیشتا دوباره چهار تا باقی مانده میارم دوباره میشه شیش شیشتا سی و شیشتا و دوباره چهار تا باقی مانده میارم اگر اینجا نگاه کنین توی قسمت اشاری من یه دونه یک دارم که تکرار نمیشه و یه شیش دارم که هی داره تا بی نهایت تکرار میشه یعنی توی قسمت اعشاری دو تا رقم وجود داره یه رقمی که تکرار میشه و یه رقمی که تکرار نمیشه به اینا میگیم متناوب مرکب که هم رقم های تکرار شونده دارن هم رقم هایی که اصلا تکرار نمیشن مثلا ببینید این الان میشه یک و و این شیشه که داره تکرار میشه این رقم یک هم تکرار نمیشه این کسرها متناوب مرکب هستند. حالا آیا ما میتونیم از روی مخرج تشخیص بدیم که متناوب مرکب هست یا نه بله ما میایم مخرج رو تجزیه می میکنیم الان اگه من 6 رو تجزیه کنم میشه 6 رو تجزیه کنم میشه 2 ضرب در 3 اونایی که متناوب مرکب هستن کسرهایی هستند که در تای وقتی که مخرجشون رو تجزیه میکنیم هم عامل دو یا پنج رو داره هم عامل های دیگر رو دارن یعنی همه عوامل میتونن توی این متناوع مرکب ها باشن پس خلاصش رو من در نه آخر بهتون میگم اعداد مختوم اعدادی هستن که در تجزیه مخرجشون فقط عامل دو یا پنج یا هر رو داریم متناوع ساده ها اصلا عامل دو و پنج رو نداریم و عددهای اول دیگه به غیر از دو و پنج در مخرجشون وجود داره متناوع مرکب ها هم عامل دو یا پنج رو داریم هم اعداد اول دیگر رو و این مبحث تموم میشه